اگر عضو کانال ما نیستید پس سابسکرایب کنید دنیای معلومات را و فشار دهید علامه زنگ را تا از ویدیوهای جدید ما بهره مند شوید. بازم سلام، خوش آمدید به کانال دنیای معلومات. ما هستم تکنیکال ماجور، شما تماشا میکنید کانال دنیای معلومات. چگونه میتوانیم که عکس‌های خود را در گوگل اپلود کنیم؟ اگر شما میخواین که عکس‌هایتان را در گوگل اپلود کنین و میخواین که عکس‌هایتان در سرچ انجن گوگل بیایه، به مثل که از ما میاد دنیای معلومات. وقتی ما دنیای معلومات وارد میکنیم ببینید در اینجا عکس‌های دنیای معلومات، عکس‌های ویدیو دنیای معلومات، صفحه فیسبوک ما، بلاگرم، تمام چیزم در اینجا میاد. اگر شما میخواین که می رقم عکستان در گوگل اپلود کنین و عکستان در سرچ انجن گوگل بیایه، پس ویدیو بر شما سی ویدیو تا آخر تماشا کنین. ویدیو رو میس نکنین، ما در ویدیو بر شما نشون میدیم که چگونه میتونین عکستان در گوگل اپلود کنین. پس بیاین ضایع نمیکنیم، وقتا شروع میکنیم. ببینید از هم اول کاری که ما در پیسی میکر ما میکار، شما میتونین در گوشی هم انجام بدین. کارش یک چیز است، ما بار گفتیم که در پیسی کامیرا حتی اسکرینش بزرگ است. ببینید ما وقتی اینجا نوشته میکنم دنیای معلومات، ما یک اکثر در اصل در گوگل اپلود نکردیم. وقت بالای دنیای معلومات کلان اینجا سرچ میکنم، در اینجا برای ما میگه که یک چنل یوتیوب وجود داره با نام دنیای معلومات. ببینید برای ما میگه که در اینجا یک چنل یوتیوب وجود داره با نام دنیای معلومات. یک دانه برای ما میگه که پلی لیست وجود داره با نام دنیای معلومات. یک دانه بلاگر یعنی وبسایت وجود داره با نام دنیای معلومات. ببینید اگه ما بالاش کلیک میکنم این وبسایت ما میاد. ببینید این وبسایت ماست، اوکیش میکنم، این وبسایت ماست. امی رقم پایین از اگر ما ببینم، ببینید در این پایین از تمام عکس‌های است. ببینید لوگوی چنل ماست. پس با می رقم اگر شما میخواین که عکس‌هایتان در اینجا اپلود شوند، شما باید عکستان که در هر چیز اپلود میکنین، در فیسبوک، در یا ویدیو باشه، در یوتیوب یا در پیج فیسبوک باشه یا در اینستاگرام، در هر جا که باشه، وقتی شما او عکس‌هایتان اپلود میکنین او عکس‌هایتان باید پابلیک باشه. وقتی پابلیک باشه در اینجا عکس‌های شما شو میکنه. یک رایش هم است، مگر او اگر شما در فیسبوک باشه، در اینستاگرام باشه یا در وبسایت، در هر جایی که باشه، او را باید مردم زیاد استفاده کنند، زیاد ببینن اونجا را تا او ویرال شه و در اینجا بیاید. در غیر از او در اینجا باسانی نمیاد. اگر شما میخواین که عکس‌هایتان در اینجا باسانی بیاید، شما باید از یک وبسایت استفاده کنین. وبسایت از با نام flickr.com. من اینجا سرچ میکنم www. ببخشید باید زبان کیبورد رو چنج کنم. www.flickr.com. شما این وبسایت رو سرچ میکنین و در این وبسایت شما عکس‌هایتان اپلود میکنین و عکس‌هایتان در گوگل میاد. برای من این رقم باشه، چرا؟ چون ما در اینجا از قبلا اکانت ساختیم. من این را لاگ اوت میکنم، بر شما سر اکانت میسازم. ببینید من این را از اینجا سین اوت میکنم، بر شما ما سر اکانت بسازم. میره دیسکنکت کنم باید. خوبی دیسکنکت شد. وقتی شما ایره بار اول باز کنین این رقم میباید. شما ایره سین اپ میکنین و در اینجا شما اسمتان میطلبه. شما باید در اینجا اسمتان وارد کنین. شما در اینجا اسمتان وارد میکنین. ما وارد میکنم اسم ما. ببینین تخلص ما وارد میکنم. اینجا برام میگه شما ایمیل آدرس وارد کنین. من ایمیل آدرس وارد میکنم. ما در اینجا ایمیل آدرس وارد میکنم. بعد از اون برای من شما در اینجا یک پاسورد تعیین کنین برای ازی صحیح. پس ما در اینجا یک پاسورد برایشان تعیین میکنم. این پاسورد باید برای می اکانتان باشه. ما ایشون تعیین میکنم و 20 میزنم، میرم 1992 میزنم و در اینجا ما ایرا انوم میکنم. بعد از اون وقت شما تمام کارا در اینجا انجام دادین، شما ایره کنتینیو میکنین. وقتی کنتینیو کنید اوکیش میکنین. در اینجا برای شما میگه که ما در جیمیل شما یک پاسورد روان میکنیم. شما ایره اوکی میکنین. اینا در جیمیل تان پاسورد روان میکنم. همین در جیمیل ما و در اینجا ما جیمیل ما در اینجا جیمیل ما اینباکس بالاش کلیک میکنم. ببینید در اینجا برام یک پاسورد اومده. من این پاسورد از اینجا کپی میگیرم و در اینجا من پاسورد پیست میکنم، بعد از اون کنتینیو میکنم. بینین یک آیدی یاهو براتون میسازه. برای من تبریکی داد که اکانت شما ساخته شد. میره کنتینیو میکنم بازم. در اینجا بعضی از قانون وجود داره، ببینین که بر شما میگه که در کجا کجا بر شما پست میکنه و اگر شما میتونین میخواین بخونین میتونین اینو بخونین. مگه مقدار مهم نیست، رو اوکی میکنین و بعد از اون بر شما وبسایت باز میشه. اینم شما اوکی میکنین، ببینین وبسایت براتون باز میشه با این رقم. قبلا بر ما باز شده بود، رو ما در یک اکانت دیگه، ما در یک جیمیل دیگه ما لوگین کرده بودم. بعد از شما در اینجا کار خاصی نداره، شما میان در اینجا ببینین گزینه اپلود از بالا کلیک میکنین. وقت بالا کلیک کردین بعد از شما بالا گزینه که شما اینجا میبینین بالا کلیک میکنین و در اینجا شما یک عکستان انتخاب میکنین. خب ما در اینجا یک عکس انتخاب میکنم و بازش میکنم. وقتی ما در اینجا عکس انتخاب کردم، ما در اینجا تگ میتم. تگ مطلبش ببخشید دیسکریپشن در مورد عکستان. ما در اینجا اونو نام باید وارد کنم، اونو نامی که ما میخوایم که در گوگل اونم وارد کنم و عکس ما بیایم. پس در اینجا که ما نوشته کنم AFG، پس اگر چند روز بعد عکس ما در گوگل بیایم ما باید AFG نوشته کنم تا عکس ما در گوگل برایم. پس ما در اینجا نوشته میکنم ماجور، ببینید و تگ ایشو تگ. در تگ هم شما همون چیز نوشته میکنین، همون چیزی که شما میخواین که شما او را سرچ کنین عکس شما برای. پس ما در اینجا ماجور نوشته میکنم، ببینین یا ماجور شد یا ماجور شد. اگر همین رقم شما در اینجا افغانستان نوشته کنین، پس شما باید در گوگل افغانستان نوشته کنین تا عکس شما بیاید. بعد از اون شما اینجا میتونین یک ایمیل هم در اینجا اضافه کنین، یا اسم کسره میتونین در آلبوم هم اضافه کنین. همین رقم گروپ هم هست که شما میتونین در گروپ هم اضافه کنین. این چیزا شو قدر مهم نیست. بعد از شما بیاین گزینه باید ویزیبل باشه. ببینید گزینه وقتی ما بالاش کلیک میکنیم ادیت، این گزینه باید انیوان باشه. این شما اگر فرند یا فامیلی کنین باز نمیشه، شما باید این انیوان کنین تا این ویزیبل باشه. این اتومات ویزیبل می باشه، اگر نباشه شما باید این ویزیبل کنین. بعد از شما بالای اپلود کلیک میکنین و عکس شما اپلود میشه. ببینین عکس ما در اینجا اپلود شد. بعد از ما بالا عکس کلیک میکنم و در پایین از ما میبینیم که عکس ما آیا پابلیک هست یا نه. ببینین این گزینه باید پابلیک باشه. اگه پابلیک نباشه، ببینین اگه گزینه فرند باشه یا پرایوت باشه یا فامیلی باشه یا فرند فامیلی باشه، بعد از عکس شما اگه این گزینه پابلیک نباشه، براتون گفتم فرند باشه یا پرایوت باشه، عکس شما در سرچ انجین گوگل نمیاد. پس این گزینه باید پابلیک باشه. پابلیک مطلبش میفهمین که آزاد، یعنی این گزینه شما باید آزاد باشه که عکس شما پخش شوه در گوگل. وقتی شما این تمام کار انجام دادین و عکستان اپلود کردین، با در گزینه پابلیک عکس شما در مدت 10 روز، 5 روز یا یک هفته در گوگل ویرال میشه و عکس شما در سرچ انجین گوگل میاد. بعد از اگر شما در اینجا نوشته کنین عکس شما میبره. بعد از اگر ما ببینین ما فعلا یک عکس اپلود کردم، اگر من یک هفته بعد در اینجا موجود نوشته کنم و در گزینه ایمیج از برم، عکس ما پیدا میشه، عکس ما در سرچ انجین میاد چون ما اون اپلود کردم. پس یک راه خاص برای عکس اینمی است که شما هر چقدر گذارین شما میتونین در این وبسایت با بسیار راحتی یک اکانت بسازین، عکس اپلود کنین و این عکستون در ظرف 5 روز 10 روز در سرچ انجین گوگل میاره و عکس شما در گوگل وقتی شما اسمتون نوشته میکنین عکس شما میبره. برای عکس یگانه راه شمی است. بعد از ویدیو هاست و دیگه چیزا هست که شما در وبسایت اون اپلود میکنین یا در یوتیوب اپلود میکنین، ویدیو هم در سرچ انجین میاد. مثلا که از ما در اینجا آمد، ببینین دنیای معلومات. لیکن این باید ویدیو شما یک شما باید زیاد بیننده داشته باشه تا گوگل رو در سر صفحه بیاد، در غیر از اون نمیاره. این چیزایی که در اینجا میای ببینید ما دنیای معلومات نمیشه کردم، چنل یوتیوب ما را کشید، وبسایت ما را کشید، می رقم ببینین پلی لیست کشید. اما می رقم اگر ما این رفرش کنم امکانش هست که صفحه فیسبوک ما را بکشه. ببینین شاید صفحه فیسبوک ما اگر نکش شاید دیگر رو صفحه فیسبوک ما امکانش هست که بیاید. پس در اینجا عکس و ویدیوها در وقت در سرچ انجین میاد، در وبسایت یا در یوتیوب که شما اپلود کنین در وقتی که مردم زیاد استفاده کنن. اگر شما میخواین در یک هفته و در روز 5 روز عکستون در گوگل بیاد، پس شما از این وبسایت کار بگیرین و هر چقدر عکس که دارین در اینجا اپلود کنین، پابلیک کنین، در سرچ انجین گوگل میاد، عکستون در گوگل میاد. پس این بود ویدیو مکمل امروز که براتون آماده ساخته بودم. امید است ویدیو کمکتان کرده باشه. اگر کس سوال داشت میتونه کامنت کنه. تا ویدیو آینده شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتون.